با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمانان عزیز توی لایو اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر، ما امروز از شما دعوت کردیم. میدونم که خیلی سرتون شلوغه و طبق آشنایی نزدیکی که با شما دارم کاملا درک میکنم که وقت خیلی کمی داشتید، ولی لطف و محبت کردید در حق منده و دعوت منو پذیرفتید که در این روز، یک روز قبل از اون حادثه، اتفاق تلخی که سال 78 21 سال از اون اتفاق گذشته، دعوت ما رو پذیرفتید و در لایو ما حضور داشته و در کانون ما افتخار این دادید که حضور داشته باشید. اگر ابتدا یه عرض ادب و احترام خدمت شما دارم و ابتدا شما میخواد یه سلام علیکی کنین، من در خدمتم و بعدش هم شروع صحبتون میکنین. بله، منم خیلی ممنونم از شما. شرمندم که بارها بدقول شدم و هنوز ادامه داره، ولی ممنونم از شما و از بچه های کانون که من رو دعوت کردین. حالا خوشحالم که واقعا میدونین و درک میکنین که اینجا به خاطر کارهای داوطلبانه‌ای که دارم با بچه های پناهنده انجام میدم خیلی واقعا خیلی سرم شلوغه، ولی واقعا ازتون ممنونم که من دعوت کردین و من هم عرض ادب و سلام دارم به همه دوستانی که توی لایف هستن. خیلی ممنون از شما خانم. بله، من که کاملا میگم کاملا حق با شما میدم، نه بدقولی هم نکردید و کاملا حق با شماست. میدونم واقعا من اتفاقات با نزدیک از شما هستم و میدونم که در حق پناهنده های توی پاریس و فرانسه چقدر خوبی و محبت دارید. خب بریم سر بحث اتفاق. خواهش میکنم بریم سر بحث اتفاق، در واقع فایده 18 تیر سال 78. یک مختصر توضیح لطفا ابتدا درباره یه جنبش های دانشجویی، اگر امکانش هست درباره جنبش دانشجویی صحبت کنید و بعد هم درباره اون فاجعه‌ای که هنوز نامشخص، خیلی از صحبت ها و خیلی از اتفاقات نامشخص، دوست داریم حالا یا واکاوی کنیم یا بازگویی کنیم که شاید یه چیزهایی از طرف شما مشخص، چون اطلاع دارم شما در بطن اون اتفاقات بودید و از نزدیک هم اون اتفاقات رو درک کردید و اطلاع نزدیک دارید، واکاوی کنیم شاید یه موضوعاتی روشن بشه. من لایو در اختیار شما میذارم، ما سراپا گوش هستیم و باز هم خوش آمد میگم به شما. خیلی ممنونم. من در اول صحبت هم میخوام بگم که من جنبش دانشجوی تیر 78 رو فاجعه نمیدونم، در واقع یک نقطه عطف میدونم، ولی حالا توضیح میدم و از چند منظر میخوام در این مورد صحبت بکنم. اولین نقطه‌ای که لازمه بهش اشاره بکنم، هر جایی که احساس کردین که لازمه صحبت من رو قطع بکنین خواهش میکنم بفرمایید، یا اگر سوالی پیش اومد. اولین نقطه‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که از اون اتفاق، از اون جنبش 21 سال همونطوری که اشاره کردین گذشته و ما الان با نسلی روبرو هستیم که در سال 78 تازه به دنیا اومده بودن، الان جوانهای 20 ساله و 21 ساله هستن که خودشون دانشجوان و خودشون به صف اعتراض ها و معترضین پیوستن. از این منظر خب حتما در این مورد میخوام صحبت بکنم، برای اینکه مخاطبای پیج خودم اغلب بچهای جوان داخل ایرانن که حالا به خاطر قطعی اینترنت و سرعت کند بارها به من گفتن که لایو رو سیو بکنیم که بعدن بتونن لایو رو ببینن و اونها خیلی براشون سوال وجود داره که اصلا در 78 اتفاقی افتاد، در واقع چون تو اون زمان اصلا به دنیا نیامده بودن. لازمه راجع به این قضیه صحبت بکنم. نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که من در زمان جنبش دانشجویی 78 16 ساله بودم و هنوز دانشجو نشده بودم، ولی میخوام بگم که چطور در اون زمان ما نوجوان بودیم، ما هم حضور پیدا کردیم، جنبش دانشجویی چه تأثیری روی ما گذاشت و فقط دیگه جنبش دانشجویی نبود، که حالا به این هم در بخش بعد اشاره میکنم. ولی اگر بخوام اول یک توضیحی بدم برای دوستای جوونی که نمیدونن اون موقع چه اتفاقی افتاد، خب واقعا به نظر من همونطور که گفتم بعد از اون دهه 60 که اینقدر همه چیز بسته بود و اینقدر حکومت سرکوب کرده بود و رعب و وحشت توی جامعه حاکم بود، بعد از اینکه در اوایل دهه 70، در واقع باید بگم اواسط دهه 70، ما به اصلاحات رسیدیم و اصلاح طلب‌ها سربلند کردند که به هر حال اوج جنبش اصلاحات در ایران بود و خب اغلب جوان‌ها با شور و هیجان بسیاری در انتخابات شرکت کردند، همه ما با
امید داشتیم، شاید الان برای یه نوجوان 14 ساله خیلی عجیب باشه، ولی اون موقع ما واقعا تو بطن جامعه بودیم و خیلی عصبانی بودیم از اینکه چرا ما به سن رأی نرسیدیم، چرا ما نمیتونیم رأی بدیم، توی کمپین ها شرکت میکردیم و خیلی امیدوار بودیم به اصلاحات در سال 76. خب اتفاقهایی که بعد از انتخاب شدن خاتمی افتاد، که ببخشید یه پرانتز اینجا باز بکنم که من عرض کردم من به عنوان یک شاهد نوجوان در اون زمان حضور داشتم، الان دوستانی که در بطن مسئله بودن مثل آقای باطبی، آقای افشاری، آقای تبرزدی، به هر حال همه اینها میتونن شهادت و روایاتی بسیار قوی تر از من داشته باشن، ولی من از دید خودم دارم داستان رو و قضیه رو روایت میکنم. اینکه بعد از انتخابات خاتمی در سال 77 بود فکر میکنم، یعنی یک سال بعد از ریاست جمهوری خاتمی بود که ما مواجه شدیم با قتل‌های زنجیره‌ای، چیزی که روی من به شخص خیلی تأثیر گذاشت، به خاطر اینکه در ارتباط نزدیکی بودم با آقای علی اشرف درویشیان و به خاطر شرایط خانوادگیم و شرایط مادرم، خب مختاری و پوینده رو میشناختم، جزوه‌های حقوق بشر پوینده رو خونده بودم، پخش میکردم و خیلی خیلی روم تأثیر گذاشت این قتل‌های زنجیره‌ای که داریوش و پروانه رو کشتن، مختاری و پوینده رو کشتن و خیلی در جامعه اون موقع سرصدا کرد. من خودم یادمه که دبیرستانی بودم و کمپین درست کرده بودم، جزوه هایی رو پخش میکردم، خیلی فعالیت میکردم و به نظرم نقطه شکست اصلاح طلب ها در واقع از همونجا شروع شد. خب بعدش ما رسیدیم به سال 78، حتما شما هم به خاطرتون میاد که یک مقاله ای، یک در واقع یک نامه محرمانه ای در روزنامه سلام منتشر شد که آقای سعید اسلامی یکی از بانیان اون نامه بودن و فکر کنم که ایشون اگه درست خاطرم باشه ایشون اون نامه رو نوشت، نه سعید اسلامی که به وزیر اطلاعات اون نامه رو منتشر کرده بود، سعید امامی که یک کس دیگه بودش، درست، ولی نامه حالا آره بعد میتونیم بررسی بکنیم این اسامی رو، ولی نام از این جهت خیلی خیلی مهم بود که توش حتی به اسم محمد مختاری اشاره شده بود به عنوان کسی که برای امنیت ایران مشکل ایجاد کرده و حالا همه این داستان ها. به نظرم اون نقطه عطفی که باعث شکل گیری قیام و جنبش دانشجویی شد، تا جایی که من به خاطر دارم، بسته شدن روزنامه ها بود که ما میدیدیم یه فضایی باز شده. یادم اون موقع روزنامه سلام بود، روزنامه نشاط بود و حالا روزنامه‌های دیگه که اسمشون رو یادم رفته، ولی همه این روزنامه‌ها پشت سر هم داشت بسته می‌شد. خب من یادم میاد که جمعه 18 تیر بود که حمله کردن به کوی دانشگاه، یعنی اولین باری که به کوی دانشگاه حمله شد و در همون فاصله جمعه تا چهارشنبه 23 تیر خیلی ها کشته شدن، خیلی ها بازداشت شدن، خیلی ها زندانی شدن، یک سری از دوستان از عزیزانمون اصلا ناپدید شدن که حالا دونه دونه ازشون اسم میبرم. اما اتفاقی که افتاد این بود که اول واقعا چیزی که من به خاطر دارم اینه که اول با جنبش دانشجویی شروع شد. ما صدای آمریکا رو گوش میدادیم، اون موقع خب اینترنت مثل الان واقعا همه‌گیر نبود، گسترده نبود، ما خبرها رو فقط از رادیو صدای آمریکا میگرفتیم یا تعداد افراد خیلی خیلی کمی اون موقع حداقل در اطراف من بودن که ماهواره داشتن که میتونستن از تلویزیون صدای آمریکا پیگیری بکنن خبرها رو یا از رادیو بی بی سی. ولی بعدش من یادمه که بعد از جمعه ما همه مترصد این بودیم که، یعنی خود من به عنوان یه دختر دبیرستانی مدرسه رو ول کردم و بلند شدم رفتم تهران، یا خیلی از دوستام، خیلی از همسن و سالام همین کارو کردن و دیگه مردم به جنبش دانشجویی پیوستن واقعا و فقط دیگه جنبشی نبود که جنبش دانشجویی باشه. خب در مورد سرکوب ها که لازم نیست بگم که چه اتفاقایی افتاد و چطور حمله کردن، چطور دانشجوها رو سرکوب کردن، عزت ابراهیم نژاد کشته شد. لازمه که راجع به سعید زینالی صحبت بکنم که خب میدونیم هممون هنوز بعد از 21 سال هیچ خبری از سعید زینالی به دست نیومده. سعید زینالی متولد سال 55 بود، یعنی اگر الان در بین ما بود 43 ساله بود، میتونست بچه‌ای همسن جنبش دانشجویی داشته باشه، ولی علارغم اینکه مادرش در تمام این سالها مطالبه و دادخواهیش رو رها نکرده، علارغم اینکه احمد باطبی
گفته بود که صدای سعید زینالی رو در بازجویی‌ها شنیده، علی‌رغم اینکه سعید زینالی خودش 2-3 ماه بعد از بازداشت با خانواده‌اش تماس میگیره و میگه من حالم خوبه، کار من رو پیگیری بکنید، سعید زینالی ناپدید میشه و ما حتی میبینیم که در سال 94 محسنی اژه‌ای که فکر میکنم معاون اول قوه قضاییه بود اون موقع، ایشون اصلا کاملا منکر بازداشت سعید زینالی شد، با وجود همه شواهدی که وجود داره گفتش که نه اصلا مدرکی وجود نداره و ایشون حتی بازداشت هم نشده. یکی دیگه از کسایی که باید ازش نام ببرم فرشته علیزاده است که خب دوستان جوانتر هم میخوام بدونن، فرشته علیزاده مادرش رو دانشجوی دانشگاه الزهرا بود، مادرش در فاصله خیلی کوتاه سکته کرد از این فاجعه ای که اتفاق افتاد و فوت کرد. فرشته علیزاده هم در واقع جز ناپدید شده ها الان هستش. برخی منابع میگن که فرشته علیزاده کشته شده و در گورستان خاوران به خاک سپرده شده، ولی خانوادهش این رو قبول ندارن برای اینکه هیچ سند و مدرکی بهشون ندادن و در واقع فرشته علیزاده جز ناپدید شدگان محسوب میشه. از دو نفر دیگه میخوام اسم ببرم، اکبر محمدی و منوچهر محمدی که دو تا برادر بودن که دستگیر شدن در سال 78 و مرگ اکبر محمدی خیلی برای ما دردناک بود، برای اینکه اول به حکم اعدام محکوم شد، بعد به 15 سال حبس محکوم شد، بعد اکبر محمدی اعتصاب قضا کرد. من دیگه یادمه توی سال 82 و 83 شمسی من به شدت پیگیر بودم، جزء یکی از خیلی ها پیگیر بودن، ولی من جزء یکی از کسایی بودم که به شدت پیگیر وضعیت اکبر محمدی بودم، در موردش بارها مصاحبه داشتم با صدای آمریکا و وقتی که در زندان به خاطر اعتصاب قضا درگذشت که البته میگن مرگش مشکوکه و من هم باور دارم که مرگش مشکوکه، خیلی خیلی همه ما متاثر شدیم و خیلی برای ما دردناک بود. خب این حالا یه ادای دینی بود، در واقع یک ادای احترام و یادآوری بود برای اتفاقی که افتاده، اما این سری نوتایی یادداشت کردم که یه چیز دیگه‌ای که میخواستم بهش اشاره بکنم از این جهت که جنبش دانشجوی 78 خیلی خیلی مهم بود، شعارهایی بود که بچه ها میدادن، چون تا قبل از اون ما اصلا تصورش رو نمی کردیم. یعنی میخوام دوستای جوونی که الان گوش میدن این رو بدونن که فضا چقدر متفاوت با الان بود. الان دیگه در واقع قبح رهبری شکسته شده، در واقع دیگه الان کسی نمی ترسه از این که به خامنه ای فوش بده یا در مورد شعار بده یا کاریکاتورش رو بکشه. رسانه های اجتماعی، شبکه های مجازی واقعا الان فرصت خیلی خیلی بی نظیری در اختیار جوانای این نسل قرار داده، ولی زمانی که ما بودیم، من رو در همون سال 80، دو سال بعد از سال 78 توی دبیرستان من رو دستگیر کردن به جرم اینکه یک دفتر شعر از من گرفته بودن و اجازه ندادن من امتحانات نهاییم رو با بچه ها بدم. یعنی من امتحاناتم رو توی آموزش پرورش با حضور دو تا آدمی که آدم سپاهی بودن و اونجا وایستده بودن که بعدش من ببرم بازجویی، توی آموزش پرورش امتحاناتم رو دادم. یعنی میخوام دوستانم بدونن که انقدر فضا بسته بود و ما یک دفعه توی سال 78 وارد یک فضایی شدیم که دانشجوها، من قشنگ یادمه که اولین باری بود که شنیدم دانشجوها شعار میدادن خامنه ای خامنه ای حیا کن، رهبری رو رها کن. یا یکی از شعارهایی که اگه خاطرتون باشه دانشجوها میگفتن بچه ها قیام شروع شده، 20 سال سکوت تموم شده، که اینا اصلا خیلی برای ما عجیب بود و خیلی اتفاق بزرگی بود در جامعه در اون زمان، خیلی به ما و همه مردم واقعا دل و جرأت و شجاعت میداد. و یک اتفاق دیگه که افتاد که خیلی اتفاق مهمی بود و من فراموش نمی کنم، روزی بود که موسوی لاری وزیر اول، فکر کنم وزیر خاتمی بود دیگه، در واقع وزیر کشور بود، بله موسوی لاری اومد توی دانشگاه برای دلجویی از دانشجوها و دانشجوها عمامش رو از سرش پرت کردن و چقدر بهش بی احترامی کردن و اصلا اون رو توی جمع خودشون نپذیرفتن. این هم خیلی به نظرم اتفاق مهمی بود و واقعا یک نقطه عطفی بود. یعنی از هر طرف که آدم به جنبش دانشجویی 78 نگاه میکنه، علی رغم اینکه در نهایت سرکوب شد،
ولی همه جوره واقعا نقطه عطف بود برای ما جوانهای اون دوره. یک اتفاق مهمتری که افتاد که حتما شما به خاطر دارین و همه دوستانم به خاطر دارن، اشک خامنه ای بود. یعنی اولین باری بود که ما میدیدیم بعد از انقلاب خامنه ای اومد یه سخنرانی کرد و تو اون سخنرانی گریه کرد و ما دیدیم که خامنه ای چقدر ناتوانه و اون روز اون موقع ما احساس میکردیم که چقدر به پیروزی نزدیکیم و دیگه میتونیم بالاخره ایران رو پس بگیریم و میتونیم آزاد بشیم و برسیم به اون خواسته هایی که داشتیم، هرچند که نشد و متاسفانه هنوزم بله بعد از گذشت 21 سال از اون فاجعه واقعا هنوزم ما نمیتونیم بگیم سر خونه اول وایستادیم، ولی هنوز داریم سرکوب میشیم و هنوز خیلی راه دور و درازی داریم تا به آزادی برسیم. بله. اما یک نکته دیگه که میخوام بگم و بعدش دیگه صحبت هم قطع کنم که اگه شما مطلبی داریم بفرماییم و بعد گفتگو رو ادامه بدیم. با همه این اتفاقایی که افتاد، با همه این که ما تازه من که واقعا میگم خودم رو یک فقط یک عضو کوچیکی میدونم که بچه های دانشجو به هم دل و جرأت دادم، من یه دختر دبیرستانی بودم که بلند میشدم با شور و شوق میرفتم تهران و واقعا میرفتم برای اینکه کشته بشم، یعنی اصلا برام مهم نبود که چه اتفاقی میفته، فقط میگفتم که من باید یک سهم کوچیکی در این آزادی خواهی و در این جنبش داشته باشم. با وجود همه این اتفاقایی که افتاد، با وجود اینکه ما نسل ما کشته داد، بچه های زیادی ناپدید شدن، بچه های زیادی مسیر زندگیشون برای همیشه تغییر کرد، از درس باز موندن، از ادامه تحصیلشون، از شغل و برنامه ریزی هایی که داشتن، برحال مسیر زندگی همه ما تغییر کرد. حالا من خودم تا سال 94 در ایران بودم ولی از همون موقع وارد جنبش مبارزاتی شدم و این مسیر رو ادامه دادم و من هم زندگیم تغییر کرد. ولی با وجود همه اینها ما الان میبینیم که نسل جوونی که میگم خیلی جالبه در سال 78 به دنیا اومدن یا بعد از سال 78 به دنیا اومدن، خیلی قضاوت‌هایی دارن که نادانسته است و خیلی دل آدم رو میشکونه، قضاوت‌هایی دارن که خیلی ناآگاهانه است. یعنی خیلی راحت میان به بچه‌هایی که تو اون دوره بودن فحاشی میکنن، من مثلا دیدم، حالا نمیخوام اسم ببرم، میان به فلان آدم میگن که این آدم مالکش رژیمه یا این آدم فلانه و خیلی من دلشکسته میشم وقتی که میبینم که این بچه ها اصلا هیچ تحقیقی ندارن، اصلا نگاه نمی کنن که بابا تفاوت فضا رو شما ببینید ما در چه فضایی رفتیم مبارزه کردیم و شروع کردیم این کار رو، در چه فضایی مجبور بودیم که شعارهامون حالا به قول شما یه ذره ملایم تر باشه، مطالباتمون یه ذره پایین تر باشه سطحش از مطالباتی که الان وجود داره و تداوم ما رو در مسیر مبارزه ببینید. شوخی نیستش، ما 21 ساله که داریم این مسیر رو ادامه میدیم، خودمون رو با این نسل جوان و نسل جدید سعی میکنیم همسو و همراه بکنیم و اینکه پرچم مبارزه رو زمین نذاریم و بتونیم راهی رو که شروع کردیم حالا با همراهی نسل جوان و نسل جدیدتر از خودمون ادامه بدیم تا بالاخره امیدوارم که با همین نسل کار این رژیم تموم بشه و به آزادی برسیم. ولی خواهم بگم که دوستان خوبه که چون تاریخ 700 سال پیش نیستش که منابعش در اختیار نباشه، برگردن مال 20 سال پیشه، تاریخ رو بخونن، شرایط و فضای اون موقع رو ببینن و بعد اون وقت اگه خواستن بچه ها رو قضاوت بکنن. حالا ببخشید من پشت سر هم طولانی حرف زدم و به صحبت شما گوش میدم. نه خواهش میکنم، مرسی، استفاده کردیم. بله دقیقاً اون اتفاقات هم که الان دارن میفتن، به قول شما بچه های قدیم دارن مال 20 سال پیش 21 سال پیش و دانشجوهای قدیم دارن قضاوت میکنن، عدم اطلاع رسانی و آگاهی که این رژیم سرکوب کرده، مثل همین اتفاقات آبان ماه که افتاد و اینترنت رو مسدود کرد و اطلاع رسانی تو کل جهان رو مسدود کرد و هیچ کس هیچ اتفاقی نمیدونست مگر اینکه با همون ضعف اینترنت جوونا یا هر کسی یه کلیپی میفرستاد که اطلاع رسانی کنه. متاسفانه حکومت تو سرکوب ها معمولا راهش رو یاد گرفته و اون هم قطع کردن اینترنت و این اتفاقات هم عدم اطلاع و
آگاهی که از اتفاقاتی که زمان سال 78 بوده و خیلی ها به قول شما هنوز فکر میکنن اون کسایی که این کار کردن خائن بودن و مزدور به قول معروف کشورهای خارج از کشور بودن، ولی نه، ما از جوانهای خودمون بودن، دنبال آگاهی بودن، دنبال آزادی بیان بودن. مهمترین اتفاقی که یه دانشجو و یه جوان میخواد آزادی بیانه، آزادی گفتگوه. وقتی که به قول معروف یه روزنامه میاند که به صورت آزادانه صحبت میکنه و این اتفاق و روزنامه ها رو تو اون لحظه میبندن، تمام دانشجو دنبال این اتفاق. از قدیم دانشجو دنبال آگاهی و اطلاع رسانی دقیق و آزادی بیان بوده. خانم قربانی، یه اتفاقاتی تو اون سالها که افتاد و توی همون بره افتاد، فکر میکنم دانشگاه تبریز هم خارج از این اتفاقات نبود و فکر میکنم 300 تا دستگیری و یک دونه کشته هم تو اون اتفاقات توی اون بره، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 20 تیر ماه 78 بود که دانشگاه تبریز هم به واسطه دانشگاه تهران، به حمایت دانشگاه تهران، بچه‌های دانشجو اعتراضاتی داشتن. بله، من فراموش کردم اشاره بکنم، مرسی که گفتین. در تبریز و 16 شهر بزرگ ایران، اصفهان بود، تبریز بود، شیراز بود، همزمان تجمعات دانشجویی شکل گرفت و نکته‌ای که لازم اینجا بهش اشاره بکنم اینه که در ابتدا جنبش دانشجویی 78 واقعا برای اعتراض ها در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام بود و بعد در اعتراض به حمله به کوی دانشگاه بود. اما اتفاقی که افتاد این بود که ظرف 2-3 روز جنبش مطالباتش رو برد به سمت کلیت نظام و دیگه خواسته دانشجوها دیگه فقط محاکمه کردن عوامل حمله به کوی دانشگاه نبود، دیگه فقط بازگشایی روزنامه ها نبود. یعنی دانشجوها در اون دوره بسیار هوشمندانه و آگاهانه و در شرایط خفقان و سرکوب عجیبی که الان هم همونطوره، ولی فقط الان چیزی که فرق میکنه وجود اینترنته. به خاطر وجود اینترنت حداقل صدای ما خفه نمیشه. در اون زمان ما چقدر زندانیان گمنام داشتیم در زندانهای مثل زندان دستگرد اصفهان، زندان وکیل‌آباد شیراز، کسایی که اصلا صداشون بیرون نمیومد و هیچ وقت صداشون بیرون نیومد و بعداً هم خانواده‌هاشون هیچ وقت نخواستن اطلاع رسانی بکنن، ولی با همه اینها جنبش دانشجویی تبدیل شد به یک جنبش مبارزاتی در مقابل کلیت نظام و این خیلی ارزشمند بود. پیوستن مردم به این جنبش خیلی ارزشمند بود. من میخوام اجازه دارم یه چیز دیگه اشاره بکنم یا اینکه نه، خواهش میکنم. من میخواستم بگم که یک چیزی که حالا اتفاق افتاد و خیلی دردناک بود، ببینید ما از زمان، من به خاطر نمیارم، حداقل قبل از سال 78 ما از اول انقلاب چنین جنبشی و چنین قیامی در این حد در ایران اتفاق افتاده باشه، من به خاطر ندارم. ولی بعد از سال 78 ما دیدیم که به کرات بارها جنبش های اتفاق افتاد و اعتراضاتی صورت گرفت که متاسفانه مثل سال 78 هر بار این جنبش ها مصادره شد. و من واقعا میخواستم به این نکته اشاره بکنم، در سال 78 مثلا اصلاح طلب ها، بخش زیادی از اصلاح طلب ها و ملی مذهبی ها سعی در مصادره جنبش دانشجویی 78 داشتن، با وجود اینکه بخش بزرگی از دانشجوها در سال 78 از اصلاحات گذر کردن، از خاتمی گذر کردن، زمانی که خاتمی به عنوان رئیس جمهور دستور سرکوب دانشجوها رو داد و علارغم نمایش هایی که میداد، سخنرانی هایی که میکرد، کنار دانشجوها وای نستاد. به نظر من بخش بزرگی از جامعه که خود من یکی از اونها بودم که هیچ وقت هم نرفتم رأی بدم و اصلاحات برام همونجا تموم شد بعد از جنبش دانشجوی سال 78 بود. اما خب متاسفانه بخشی از این جنبش مصادره شد، بخشی از سران جنبش که حالا من نمیخوام اسم ببرم، خودشون حی و حاضرن و دوستان و جوانها عملکردشون رو دارن میبینن، بخشی از سران دانشجوی جنبش خب مذاکراتی کردن، به هر حال مسیر رو تغییر دادن، مسیر فردی خودشون رو تغییر دادن. الان هم بخشیشون، بخش کوچیکی از اونها بر سر مواضع خودشون ایستادن و هنوز امیدوارن به اینکه اصلاحات اتفاق بیفته، ولی من معتقدم که خب بخش بزرگی از بچه‌ها از این جنبش، از این مصادره شدن گذر کردن. اما ما وقتی میرسیم به سال 88، 10 سال بعد، باز میبینیم که
کسی مثل من که در انتخابات 88 شرکت نکرده بودم و اصلا طرفدار موسوی نبودم و اصلا اعتقاد و باوری به موسوی نداشتم، چون دیگه اعتقادی به اصلاح شدن نظام نداشتم، میرم و در تمام تظاهرات های بعد از رأی گیری شرکت میکنم. اما باز چه اتفاقی میفته؟ بخش بزرگی از مردم میان شرکت میکنن و باز جنبش سال 88 هم مصادره میشه متاسفانه. ولی ما اون دوره رو هم رد میکنیم و میرسیم به آبان گذشته. 98. بله، آبان 98. قبلتر حتی، اول فکر میکنم سال 96 رو داشتیم و بعد رسیدیم به آبان 98. بله، در سال 96 بود که به نظر من دیگه حجت تموم شد. اونجایی که جوانها اومدن شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. از اونجا به بعد به نظر من دیگه جنبش های دانشجویی، جنبش های مبارزاتی، اعتراض های مردمی دیگه غیر قابل مصادره است و ما حداقل میتونیم خیالمون راحت باشه که تمام کسایی که میان توی خیابون دیگه از اصلاح طلب و اصولگرا گذر کردن و این به نظرم خیلی اتفاق مهمیه که افتاده و به نظرم دیگه امکان این وجود نداره که مبارزات مردم مصادره بشه یا جنبش های دانشجویی. میخواستم به این نکته کوتاه اشاره بکنم. مرسی از شما، مرسی از گفتگوی شیرین شما. توی اون اتفاقات سال 78 متاسفانه خیلی از سرانی که الان در رأس کار هستن توی سرکوب گروه دانشجوها به خصوص کوی دانشگاهی که داخل به قول معروف توی محاصره قرار دادن و سرکوب کردن، خیلی ها از این سران مملکتی که الان نمونه بارزش که آقای قالیباف هم که الان رئیس مجلس ایران شدن توی سرکوب حضور داشتن، به خصوص آقای قالیباف که فایل‌های صوتیشون توی جلسات وزیر با همراه با وزیر کشور لو رفت و اومد بیرون که توی سرکوب میگفت که من به صورت گازنبوری بچه‌های دانشجو رو قتل عام کردم و یعنی به سوی بیت رابل. و اون اتفاقی که شما فرمودی که اولین بار بود در مورد خامنه‌ای صحبت میکردم، فکر میکنم اولین بار هم بود بعد از انقلاب 57 بچه‌های دانشجو یعنی جرأت کردن و چی میگن شجاعانه میخواستن به سمت فکر میکنم بیت رهبری یا دفتر رهبری حرکت کنن که اون اتفاق شدیدتر کرد اون اتفاق درگیری با گروه لباس شخصی توی سطح خیابون جمهوری اگر اشتباه نکنم. بله، سرکوبی که اتفاق افتاد اون روز که فکر میکنم توی همون روز بود که 4 نفر کشته شدن توی همون تجمعی که به سمت بیت رهبری بود و یک نفر تیر خورد از ناحیه چشم مجروح شد که اون هم بعدش کشته شد و من یادمه اون موقع، میگم من تا قبلش اصلا به خاطر ندارم که همچین صداهایی از دانشگاه در این حد بلند شده باشه، کمون که نشده بود. ولی یادمه که اون موقع ما با بچه‌ها صحبت می‌کردیم و خیلی کم سن و سال بودیم دیگه، یعنی نگاه می‌کردیم، من 16 سالم بود، بچه‌های دانشجو به خصوص پسرای دانشجو خیلی مواظب ما بودن و میگفتن که شما نباید بیاین وسط، شماها باید مواظب خودتون باشین. ولی ما همش نگاه می‌کردیم که ایوا اینا دارن میگن که باید بریم به سمت بیت رهبری و با اون جمعیت زیادی که وجود داشت و با اون مردمی که به ما پیوسته بودن واقعا فکر میکردیم که این اتفاق میفته و من خودم به شخصه تو اون سن و سال اصلا باورم نمیشد که حکومت بتونه اینطوری ما رو سرکوب بکنه و اینطوری کشتار را بندازه. ولی خب متاسفانه دیدیم که اینا این شیوه رو دارن و هنوز هم ادامه داره. بله دیوان. و یک موضوع دیگه خانم قربانی، یه اسمی توی نامه حالا منتسب به حالا سعید اسلامی یا به فرض حالا امامی که به آقای دوری نجف آبادی فکر میکنم اون دوره وزیر وقت اطلاعات بودن درباره سرکوب اونایی که اهل قلم بودن، حالا شما هم چون اهل قلم هستید و نویسنده هستید و شاعر هستید، یه اسمی مشخصا آقای مختاری فکر میکنم آورده بودن که خیلی سرصدا کرد. اون هم فکر میکنم بعد از سالها یا بعد از حالا مدت کوتاهی توی بحث‌های قتل‌های زنجیری به قتل رسید آقای مختاری. آقای مختاری، محمد مختاری قبل از سال 78 به قتل رسیده بود. محمد مختاری در آذر 77 فکر میکنم که به قتل رسیدن
ولی خب اون نامه هم قبلش نوشته شده بود، یعنی نامه قبل از به قتل رسیده شدن محمد مختاری نوشته میشه، ولی در همون نزدیکی های سال 78 که نامه محرمانه بوده و منتشر نشده بوده و بعدن منتشر میشه. ولی قتل های زنجیره‌ای که البته قتل ها که از اول انقلاب وجود داشته، ولی اون قتل های زنجیره‌ای بعد از دوران خاتمی، درست یک سال بعد از انتخابات خاتمی فکر میکنم با قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری شروع شد و بعدش هم که اون قتل هولناک مختاری و پوینده بودش. دقیقا بله. حالا سال 78، اتفاقات سال 78 میذاره میایم جلوتر و باز اتفاقاتی که درباره دانشجوها و جوانان که توی بحث اعتراضات سراسری توی علیه رژیم و آزادی خواهی شرکت کردن، یه ذره لطفا اگر میشه از اون جنبش های بعد از سال 78 که به قولی شروع اون اتفاقات بود، البته من اون فاجعه ای که گفتم که اول صحبتمون شروع کردم، گفتم فاجعه به خاطر کشتار و جوانا بوده، ولی قطعا اتفاقی که شروع به جلو رفتن باشه یک بول معروف یه سمبول و یک شروع تازه است. اون اتفاق فاجعه به خاطر کشتن اون عزیزانی که من هنوز هم نمیدونیم چند نفر هستن، چند نفر کشته شدن، چند نفر دستگیر شدن، هنوز توی زندان ها هستن، هنوز مشخص نیست آمارشون، آمار 3-4 نفر تازه مشخص شده، یعنی به قطع مشخص شده، ولی میگم اون شروع فصل جنبش دانشجویی بوده که بعد از اون سال 78 رونق زیادی گرفته. لطفاً یه ذره بعد از اون اتفاقات سال 78 و رونق جنبش های دانشجویی یه ذره صحبت کردی درمش، اونو یک بار دیگه اگر بازگو کنید خیلی متشکر میشم، چون بحث اتفاقات سال 78 هست و جنبش دانشجویی هست، درباره جوان و دانشجو صحبت بشه قطعاً خیلی دست آگاهیش بهتره درباره اتفاقات جوانان دانشجو. ببین من فکر میکنم واقعا از بعد از سال 78 دیگه دانشگاه نخوابید، هرچند که قبلش هم نخوابیده بود، یعنی دانشگاه های ما همیشه بیدار بودن و دانشجوها همیشه هوشیار بودن به ظلمی که داره بر جامعه میره. ولی بعد از سال 78 به بهانه هر سال به بهانه گرامی داشته یاد جنبش دانشجویی در تیر 78، ما دیگه هر سال شاهد این بودیم که دانشجوها به خصوص در این یک هفته 18 تا 23 تیر ماه هر سال در همه دانشگاه ها مراسم میگرفتن و میگیرن. زمانی که من خودم دانشجو شدم، زمانی که دیگه دانشجو نبودم، ولی هر سال خبرها رو دنبال میکنم و میبینم که هر سال در همون زمان دانشگاه ها شلوغه، به هر حال هر سال دانشجوها دارن سرکوب میشن، حالا نه با اون حجم از سرکوب. و ما دو تا در واقع زمان رو داریم که دانشجوها همیشه میتینگ میکنن و همیشه تجمع برگزار میکنن، یکی 18 تیر هفته در واقع 18 تیر تا 23 تیر هستش و یکی هم 16 آذر هستش که خب همیشه دانشجوها برخلاف اون روز حکومتی که حکومت ایران میخواد که روز حکومتی در واقع برگزار بشه، ولی همیشه دانشجوها در یادبود مبارزات دانشجوهای دیگه همیشه تجمعاتی رو برگزار میکنن. و من واقعا فکر میکنم که باز هم از میگم وقتی که میگم جنبش دانشجویی 78 واقعا در بسیاری از چیزها نقطه عطف بود، خب یکیش هم در همین بیداری دانشگاهه و در این که به ما، به خود من به عنوان یک نوجوان در اون سن، نشون داد که چقدر میشه جرأت داشت، چقدر میشه آدم جلو بره، چقدر میشه نترسی و میشه هر شعاری رو بدی. حالا تاوانش هم دادیم و تاوانش هم میدیم، ولی اون تابو در توی جامعهمون شکسته شد که فکر میکردیم نه اصلا نمیشه، اسم حداقل اسم رهبر رو دیگه نمیشه اوورد. و به نظرم واقعا نقطه عطفی بود توی مبارزات دانشجویی. بله دقیقا بعد از اون اتفاقات الان خیلی حتی خیلی دانشجوها خیلی به خودشون جرأت دادن که حتی تو حضور همون رهبر جمهوری اسلامی میتونن شعرهای نقد بگن، شعرهای نقد بخونن، ازشون سوالات نقد بگن. ولی متاسفانه باز هم موجود هست که حتی با کوچکترین یک بیت کوتاه به صورت نقد، به صورت لطیفه هم باز هم دانشجوها سرکوب میشن، نطقشون گرفته میشه،
دستگیر میشن، در بند قرار میگیرن. این اتفاقات متاسفانه روز به روز از ترس آزادی بیان، آزادی گفتگو، روز به روز در جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه و اتفاقات که روز اتفاقات اینقدر زیاد هست و به قول من برای آگاهی رسانی باید این اتفاقات بازگویی توی اون زمان الان این یک ساعتی که ما داریم متاسفانه نمی گنجه، ولی در توی این سالها به خصوص سال 78، سال 96 و سال 98 خیلی اتفاقات دانشجویی و دستگیری دانشجوها بالا بوده. الان هم توی سال 99 که و 98 که خیلی آمار دانشجوها چیز شده. یه گذر کوتاهی درباره اتفاقات آبان 98 و دستگیری سران دانشجویی و اون کنشگرای دانشجویی که فعالان دانشجو توی دانشگاه بودن که الان خیلی هاشون تو بند هستن، یه گذر چند دقیقه هم انجام بدیم. تو سال 98 و آبان 98 دستگیری کنشگرای دانشجو هم اگر صحبت کنی و چند تا اسم به یاد بود بیاریم که هنوز تو بند هستن، ممنون میشم این کارم انجام بدیم. ببینین بله، حالا شما به نکته خوبی اشاره کردین. من دو تا یکی در این مورد میخوام صحبت کنم و این نکته دیگه که میخوام بگم اینه که یکی از مهمترین واقعا دستاوردهایی که مبارزات ما توی این سالا داشته، که من خیلی دستاوردهای زیادی داشته، ولی یکی از چیزهایی که من خیلی بهش دل خوشم و خیلی هر موقع بهش فکر میکنم حالم خوب میشه اینه که اون پیکره خامنه‌ای دیگه واقعا فرو ریخته و اون پیکره نظام واقعا فرو ریخته با وجود شبکه‌های اجتماعی و تداوم مبارزه. اما خب توی آبان 98 همین الان که گفتید اسم ببرم یادم، متاسفانه من اسامی خیلی به خاطرم نمیمونه، ولی علی یونسی رو الان اسمش به خاطرمه که خب از نخبه‌های دانشجوی ما هستش، سه نفر، و میدونیم که خب الان دستگیر شده و با یک دوست دیگرش که در حال به اینا اتهام‌های واهی هم زدن، مثل این که گفتن شما با مجاهدین در ارتباط بودین، یا اتهام‌های خنده‌داری که به همه میزنن، ولی جا داره که از ایشون یاد اسم ببرم و عذرخواهی میکنم که اسم دوستشون رو هم فراموش کنم که باشون دستگیر شدم. مرادی اگر اشتباه نکنم، من حضور بله فکر کنم امیر حسین مرادی باشه اسمشون، فکر میکنم آره. ولی خب به هر حال در آبان 98 هم همون طور که در سال 78 و در سال 88 مردم و دانشجوها به هم پیوستن، یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که درست شروع کننده جنبش سال 78 دانشجوها بودن، ولی ادامه دهندش فقط دانشجوها نبودن، خیلی از اقشار مختلف مردم بهشون پیوستن. در سال 98 هم همین اتفاق افتاد، مردم جنبش رو شروع کردن، به خصوص دیدیم که از طبقات کارگری اجتماع خیلی در این جنبش شرکت کردن، که برای خود من خیلی عجیب بود وقتی توی فیلم ها میدم از مناطقی جوون ها دارن شرکت میکنن و سن و سال هایی، جوون هایی که حتی دانشجو نبودن، دبیرستانی بودن، دارن شرکت میکنن که هیچ وقت توی اون مناطق من هیچ وقت ندیده بودم شلوغی اتفاق بیفته. در همین جنبش هم دانشجوها مردم رو تنها نذاشتن و دیدیم که دانشجوها به مردم پیوستن و دامنه اعتراض ها به دانشگاه هم کشیده شد، کمان که این جنبش از دانشگاه شروع نشد، از خیابون شروع شد و خب داشتیم دیگه دستگیری گسترده. خیلی البته الان در مورد آبان 98 واقعا خیلی نمیشه مستند صحبت کرد در مورد دستگیری ها، به خاطر اینکه من چند وقت پیش با رادیو فردا یک گفتگویی داشتم، یک کاری دارم میکنم مشخصا روی منطقه قلستان خان، ربات کریم و خزانه تهران و توی شهر کرج روی فردیس و مشکین دشت کرج که شاید خیلی از دوستان نشناسن، یه منطقه خیلی خیلی حاشیه‌ای و کارگری نشین هستش توی شهر کرج. من دارم روی این چند تا منطقه مشخصا کار میکنم و در ارتباط قرار گرفتم با خانواده های بازداشتی ها. خیلی خیلی عجیبه که در منطقه مثل قلستان خان ما بالای 180 نفر، فقط 180 نفر خانواده هستن که من باهاشون در ارتباط مستقیم قرار دارم. از این 180 نفر 55 نفر دانشجو بودن و هیچ کدوم از اون خانواده ها حاضر نیستن که ما اطلاع رسانی بکنیم، یعنی اسم و فایل و همه چیزای بچه هاشون رو داریم، میدونیم که بچه ها هنوز تو بازداشتن،
میدونیم که بچه ها هنوز دادگاهی نشدن از آبان تا الان، هنوز حکم نگرفتن، ولی متاسفانه خانواده ها اجازه نمیدن که اطلاع رسانی بکنیم به خاطر اینکه خب خیلی تحت سرکوبن و خیلی میترسن. میشن قطعا خیلی تحت تهدید هستن. آره به خاطر همین در مورد آبان 98 هنوز نمیتونیم مستند صحبت بکنیم. من فکر میکنم واقعا باید از کلمه واقعا باید بگیم یک فاجعه اتفاق افتاده، چون نمیدونیم. یعنی برخی منابع میگن بالای 8000 نفر بازداشتی وجود داره و به نظر من درست میگن و وجود داره. اما یکی از کسایی که اینجا میخوام ازش اسم ببرم ربطی به سال 78 نداره، ولی خب مهم نیست، ما همه در تداوم یک مسیر داریم پیش میریم. مجید شیخی هستش. مجید شیخی دانشجو بود، دانشجو حقوق بود و در همین آبان 98 به مردم پیوست. فکر میکنم که اگه درست اسم محلش یادم باشه همون سمت قلعه‌سن خان زندگی میکردن و من اولین کسی بودم که پرونده مجید شیخی رو رسانه‌ای کردم. چرا؟ به خاطر اینکه به واسطه یکی از استادهای دانشگاه مجید شیخی در ارتباط قرار گرفتم با این پرونده و فهمیدم که حکومت عموی مجید شیخی عضو شورای شهر اون منطقه بوده و یکی از سران سپاه هستش و جنازه مجید رو مصادره کردن، براش کارت جلی درست کردن که اینا همه تو اینترنت پخش شد، گفتن که این عضو بسیج بوده، توسط مردم کشته شده، مردم بهش شلیک کردن، خانواده مجید شیخی رو تهدید کردن. خانواده مجید شیخی طبقه پایین خونه عموش زندگی میکردن و بهشون گفته بودن که باید بگید که این بسیجی بوده و اگر نگید ما شما رو از اینجا بیرون میکنیم، دستگیرتون میکنیم، زندانیتون میکنیم. مادر مجید شیخی علی رغم همه تهدیدهایی که روش بود، مثل مادر سعید زینالی که اگه هزار بار بهش ادای احترام بکنم کمه، اون هم مسیر دادخواهیش رو ول نکرد و با من گفتگو کرد و گفتش که من هیچ جور زیر بار این نمیرم که پیکر پسرم مصادره بشه. ما نمیخوایم که به بچه من بگن تو شهید شدی و به ما امتیازات شهید بودن رو بدن، در حالی که اصلا بچه من قبول نداشت این حکومت و کل این حکومت و این داستان ها رو. حالا به هر حال یکی از فعالای دانشجویی که به جنبش مردم پیوست و متاسفانه جونش رو در راه آزادی از دست داد، مجید شیخی بود که یادش گرامی باشه مثل همه کشته شده ها. مرسی. به عنوان سوال حالا آخر خود من، حالا بعدش اگر شما صحبتی داشته باشید قبل اینکه لایومون قطع بشه، دلیل ترس حکومت رو من این که تمام جنبش ها هر وقت یه اتفاقی میفته، دلیل ترس حکومت چرا همیشه روی دانشجوهاست؟ چرا حالا به قول معروف اولین اتفاقی که میفته یا اولین جنبشی که توی ایران میشه چشمش روی دانشگاه و دانشجوهاست؟ دلیل ترس واقعی حکومت از این اتفاق چیه که اول روی دانشگاه و دانشجو زوم میکنه؟ به نظر من دو تا دلیل داره. یکی این که واقعا دانشجو خب نبض جامعه است دیگه، دانشجو وجدان بیدار جامعه است. ما خودمون وقتی که دانشجو بودیم، شما اون سن دانشجویی رو اگه در نظر بگیرین، واقعا آدم نه از چیزی میترسه، نه محافظه کاری میکنه، نه محتاطه. یعنی دانشجو کسیه که تو اغلب دانشجو، حالا دانشجوهای حکومتی و مالکش و اینا رو بذاریم کنار، ولی اغلب دانشجوها سر پرشور دارن به قول معروف. یعنی تو وقتی که دانشجو میشی دیگه میخوای حق خودتو از دنیا بگیری، در مبارزات شرکت میکنی. واقعا فکر میکنم یکیش به همین دلیله که دانشجوها همیشه خیلی زنده و پویا هستن دیگه. وقتی که آدم سنش از 30-35 سال میگذره، یه کمی حتی در مبارزات سیاسیش به نظرم پایین و بالا میکنه و هزار و یک چیز رو در نظر میگیره. ولی در دوران دانشجویی، حداقل در دوران ما که اینجوری نبود، میگفتیم تظاهرات فراخوان بزن بریم، وصیت‌نامه‌مون هم نوشته بودیم پشت قاب عکس گذاشته بودیم و گفتیم کشته شدیم، خب کشته شدیم دیگه. ولی یکی دیگهش فکر میکنم به خاطر این باشه که دانشجوها زهر چشم، در واقع از حکومت زهر چشم گرفتن. یعنی در همون شروع جنبش دانشجوی سال 78 حکومت با این مواجه شد که نه، دانشجو رو نمیتونم صداشو خفه بکنم، یا اگر صداش رو خفه بکنم باید خوابان بیشتری بدم، برای اینکه دانشجو با رسانه های دنیا در ارتباطه، دانشجو زبان
دنیا رو میدونه، زبان انگلیسی میدونه، زبان فرانسه میدونه، میتونه مصاحبه بکنه. الان دانشجوها به ابزار و شبکه‌های مجازی دسترسی دارن، در حال بیشتر از بقیه اقشار جامعه، و خب حکومت میدونه که با قشر دانشجو در افتادن به نظرم یه مقدار سخت‌تره برای تاوانی که باید در جامعه جهانی بده تا با اقشار دیگه. بنابراین اولین قشری که سعی میکنه سرکوب بکنه و صداشون رو خفه بکنه قشر دانشجو هستش. بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم که بازم دعوت ما رو پذیرفتید با این همه گرفتاری و مشغله کاری. اگر صحبتی هست، صحبت پایانی هست، ما گوش میکنیم، هستیم خدمت شما. و من مرسی، منم خیلی خیلی از شما تشکر میکنم، مرسی برای این لایو و برای فرصتی که به من دادین. اولین نکته این که اگر زحمت بکشید این لایو رو سیو بکنید خیلی خوبه، برای اینکه من میتونم بذارم توی کانالم که بچهای داخل ایران، چون به من گفتن که ما اینترنتمون ضعیفه و بعدن میتونن لایو رو ببینن. و نکته آخرم این که میخوام بگم که خب درسته که 20 سال گذشته، درسته که من جوون 16 ساله اون موقع الان یه زن 36 ساله هستم که تمام این 20 سال گذشته رو در مسیر مبارزه تاوان دادم، مثل شما، مثل سایر دوستان. درسته که ما عزیزان بسیاری رو از دست دادیم، خیلی همون به ناچار غربت نشین شدیم، تبعید شدیم، ولی جایی چیزی که جای خوشحالی و امیدواری داره اینه که حتی برای یک روز پرچم مبارزاتمون زمین نمونده، حتی برای یک روز مردم ما نپذیرفتن، دانشجوهای ما نپذیرفتن که ما باید تحت این ظلم و ستم قرار بگیریم و حقمونه و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. این پیوستن نسل جدید الان به نسل من که در واقع ما دیگه با هم دوتا نسلیم، همه چیزمون با هم دیگه فرق داره، علایق خیلی متفاوتی با هم دیگه ممکنه داشته باشیم، ولی اینکه با هم به هم پیوستیم و در یک مسیر همراه و همگام هستیم و اون مسیر مبارزه است، خیلی جای خوشحالی و امیدواری داره. امیدوارم، آرزو میکنم که در سال آینده که وقتی میخوایم یادبود این جنبش رو گرامی بداریم، هممون در ایران باشیم و در تدارک مسیر محاکمه عادلانه سران حکومت باشیم و دیگه اون موقع در تدارک جنبش دادخواهیمون باشیم. امیدوارم که کشورمون آزاد بشه، مطمئنم که میشه، مطمئنم که اون روز دیر نیست و مطمئنم که همه ما یک روزی به ایران برمیگردیم و اون موقع یک یادبود درست حسابی میگیریم در شأن تمام کشته شده های راه آزادی در این 40 سال. امیدوارم این اتفاق زودتر بیفته. من که شما رو از نزدیک کاملا میشناسم که هنوز در سالها توی اروپا هستید و در صف این جنبش هستید و تمام اعتراضاتی که در سطح اروپا هست شما نفر اول هستید و در صف اول جنبش هستید. امیدوارم این اتفاق سرکوب دانشجوها که از زمان پهلوی هم این اتفاقات قطعا میافتاد و حضور ذهن داریم، حالا کسی جرأت نمیکرد به خاندانش توهین کنه، انتقاد کنه. متاسفانه جامعه دانشجویی از همون بدو تاسیس سرکوب میشن. امیدواریم به گفته شما و به گفته تمام عزیزانی که خارج از کشور هم، یه روزی ما باز هم برگردیم و این اتفاق خواهد افتاد به زودی. بفرمایید. من نکته کوچیکی خیلی کوتاه میخوام بگم که به دوستان جوونم بگم که با دیدن این حجم از سرکوب و اتفاقایی که میفته، زندان و بازداشت و شکنجه، ناامید نشیم، به خاطر اینکه من هیچ‌وقت سعادت دیدن شما رو از نزدیک نداشتم، ولی الان با همین شبکه‌های اجتماعی، با همین تماسایی که داریم، با همین کارهای سیاسی که انجام میدیم، با هم در ارتباطیم و خب آدم ها به هم خیلی 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 نزدیکتر شدن. بنابراین ما ابزار بسیار مهمی در دست داریم که حکومت نمیتونه، شاید بتونه 4 روز اینترنت رو ببنده، شاید بتونه 1 ماه اینترنت رو ببنده، ولی در هر حال صدای ما دیگه خفه نمیشه و صدامون به گوش دنیا میرسه. بنابراین نباید ناامید بشیم و به منی هم که بیرون از ایران نشستم خواهش میکنم نگین که تو دیگه از ایران رفتی بیرون، دهنتو ببند. ما هم حق داریم که بله مبارزه بکنیم و من یک روزم اینجا خوشحال نبودم و به زعم خودم حداقل سعی میکنم که صدای بچهای داخل ایران باشم. دیگر. مرسی از دعوتتون. خواهش میکنم. مرسی خانم قربانی، مرسی که به وقتی به ما دادید. امیدوارم روزی بشینیم در ایران در کمال آزادی بیان و گفتگو در کنار دوستان دیگه در مورد این لایو ها و اتفاقاتی که
قبلا داشتیم و به صورت آزادانه در مورد همه چی توی ایران با همدیگه سر یک میز بشینیم راحت بدون هیچ دغدغه فکری در مورد آزادی خودمون و زندگی بچه هامون صحبت کنیم. مرسی از حضور شما در لایو ما. ممنونم از شما. وقت شما بخیر. مرسی از شما. مرسی از دوستانی که دیدن. من خدافظی میکنم. قربان شما. وقت شما بخیر. مرسی. خدافظ. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.